در پی سرازیر شدن سیلاب ها در چندین شهر افغانستان بیش از 60 نفر جان باخته و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. همکارم در گزارش خود به بررسی این حوادث در افغانستان پرداخته که در ادامه با هم می‌بینیم. سیل در استان بغلان در شمال افغانستان دست کم 62 نفر کشته و بیش از 100 زخمی که عمدتاً زن و کودک هستند بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که در 5 ناحیه بغلان سیل جاری شده و بیش از 150 نفر گرفتار شده و به کمک فوری نیاز دارند. هدایت الله همدرد رئیس اداره مدیریت حوادث طبیعی طالبان در بغلان از احتمال بالا رفتن آمار کشته‌ها و مفقودان به دلیل شدت بارندگی و ادامه سیل خبر داده است. جاری شدن سیل در ولایت بدخشان نیز جان یک کودک را گرفته و خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته است. این سیل ها در شهرستان های کوهستان، کشم، تگاب و تشکان به وقوع پیوسته است. در یک ماه گذشته در پی بارندگی شدید و به راه افتادن سیل در 10 ولایت افغانستان از جمله هلمند حدود 100 نفر جان خود را از دست دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان به وزارت مدیریت بلایای طبیعی، دفاع و وزارت داخله و مقامهای ولایت ها دستور داد که از اختصاص منابع لازم برای انجام کمکهای امداد و نجات دریغ نکنند. گفتنی است که از اواسط ماه آوریل سیل های اخیر در افغانستان جان حدود 100 نفر را در 10 ولایت گرفته و باعث شده تا زمین های کشاورزی باتلاق شود. افغانستان که 80% از بیش از 40 میلیون نفر جمعیت آن برای ادامه حیات به کشاورزی وابسته هستند، به دلیل وقوع سیلاب در وضعیت نامناسبی قرار دارد. این کشور که زمستان نسبتاً خشکی دارد و جذب بارندگی برای خاک آن دشوار است، در برابر بحران آب و هوایی آسیب پذیر است. افغانستان با 4 دهه جنگ ویرانگر یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به گفته دانشمندان یکی از کشورهایی است که کمترین آمادگی لازم را برای رویارویی با پیامدهای گرمایش جهانی دارد. این سرزمین سال گذشته زمستانی خشک داشت و همین مسئله باعث شده که جذب باران در خاک دشوار شده و این کشور در برابر تغییرات جوی آسیب پذیر شود. افغانستان تنها 600 از آلاینده های گلخانه ای را تولید می کند، اما بر اساس نظر کارشناسان ششمین کشوری است که در معرض بیشترین خطرات ناشی از تغییرات جوی قرار دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نیمی از جمعیت 41 میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و 15 میلیون نفر ناامنی غذایی را تجربه می کنند. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای حفیظ، وقوع سیل‌های اخیر در افغانستان چه آسیب‌های بیشتری به کشور و مردم افغانستان وارد کرده است و برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر چه تمهیداتی باید توسط مردم و دستگاه‌های دولتی افغانستان انجام شود؟ با عرض سلام و درود خدمت شما و تمامی بیننده‌ها و شنونده‌های تلویزیون وزین شما، قبل از همه حادثات و بلایای طبیعی که در روزهای اخیر مخصوصا دیروز در ولایت افغانستان اتفاق دیده و تمام مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. متاسفانه که خسارات ناشی از بلایای طبیعی و مخصوصا سیلاب هایی که در اواخر در افغانستان جاری شده، این بسیار خسارات جبران ناپذیر ده به وجود آورده، چرا که امور رقمی که در اخبار خودم شما نشر کردین، افغانستان یکی از کشورهای زراعتی هستند که در اینمی سیلاب ها نه تنها که تنها امو زراعت و کشزارهای مردم نابود شده، بلکه پل و پلچک و بندهای آبگردان و سایر نهرهای را که برای آبیاری زمین ها مردم افغانستان در سالهای گذشته و همچنان دولت و
نهادهای بین‌المللی ساخته بود، متاسفانه که تعداد زیادشان در همین ولایت‌ها نابود شده و از بین رفته. نه تنها که امسال تمام حاصلات زراعتی که آنهایی که زیر سیلاب شده که یک مشکل است، آیه که بندهای آبگردان و اینا را و همچنان راه‌های مواصلاتی را از بین برده، دیگه حاصلات مردم هم بسیار شدیداً آسیب دیده، بر علاوه خانه‌های مردم خراب شده، خیلی خسارات زیادی که شاید به میلیاردها دلار خساره دیده باشه مردم. بله، با توجه به اینکه مردم افغانستان پس از حکومت طالبان با مشکلات زیادی روبرو هستند، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات افغانستان میتوان پیشنهاد داد؟ راهکارهایی که البته در گذشته حوادث طبیعی که اتفاق می افتاد، مثلا در سالهای گذشته در لوگر و در ولایت پروان، همچنان در جاهای دیگه چنین حوادث اتفاق افتیدن، در بدخشان و زلزله شدن و در خوست زلزله شدن، مردم افغانستان او وقت اقتصادشان خوب بودن. ما خودم هم وقتی در افغانستان بودیم، مردم خودشان کمک جمع می کردن، پول جمع می کردن، پیسه و لباس و اینا را در کنار کسایی که از این حوادث طبیعی صدمه دیده بودن استاد می شدن. و همچنان دولتی که او وقت در گذشته وجود داشت، حمایت جامعه بین‌المللی را داشتن، جامعه بین‌المللی هم حمایت می کردن. متاسفانه با آمدن بین‌المللی را داره و از طرف دیگر در این 3 سال گذشته مردم افغانستان بالکل شیرازه اقتصادشان از بین رفته. بنان خواهش ما از جامعه بین‌المللی است، مردم افغانستان دیگر توانمندیشان خلاص شده، حتی همو کسایی هم که در سالهای گذشته میتونست در کنار همدیگه خود استاد شده، اونا هم زیر خط فقر زندگی میکنه. فقط جامعه بین‌المللی و همچنان کشورهای اسلامی، دفتر مراجع و جاهایی که کمک های خیریه است، هرچی عاجل به مردم زجر دیده افغانستان برسانه. ورنه میلیون ها انسان جانشان در خطر جدی فقر و همچنان نابود شدن قرار داره. که امیدوار هستیم که دنیا در این توجه بکنه و اینکه یک دولت ظالم و یک دولتی که به زور تفنگ آمده سر مردم حاکم شده، مردم گناهی نداره، مردم به ناچار است که اونمو دولت را پذیرفته یا نمیتونه در مقابلش ایستاد شوه، اما جان مردم بسیار به شدت در خطر است. بله، بسیار متشکرم از شما، عنایت‌الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.